بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا زاره هستم. سلام عرض میکنم حضور فراگیران عزیز. قرار هستش که درس ریخشناسی و تشریح گیاهی رو برای شما آموزش بدم. لازم میدونم که اول یک تعریفی از ریخشناسی و تشریح گیاهی داشته باشیم و ببینیم که اصلا ریخشناسی و تشریح به چه معنی است و در مورد گیاه چه معنی داره. گیاه هم همچون سایر جانداران پیکری داره و این پیکر از دو جنبه قابل بررسی است. یکی فرم یا ریخت ظاهری گیاه هست که بهش ریخت شناسی اطلاق میشه و دیگری تشریح بخش‌های داخلی گیاهه یا آناتومی یا کالبد شناسی. در تشریح میخواییم بدونیم که ساختار داخلی بخش‌های ظاهری که میبینیم چیست. بنابراین ما در ابتدا تیپ ظاهری، ریخت ظاهری گیاه رو بررسی میکنیم و بعد بیشتر هدفمون این هست که بدونیم داخل این بخش ها چه ساختارهای تشریحی وجود داره. گیاه هم به حکم جاندار بودنش مثل سایر جانداران طبق نظریه سلولی از واحدهایی به نام سلول تشکیل شده و بعد سلول ها در کنار هم تجمع پیدا میکنن، سلول هایی که همشکل هستن و همکار هستن و در نهایت بافت های گیاهی رو تشکیل میدن و مجموعه ای از بافت ها هم در کنار هم دیگه اون ساختارهای اصلی یا اندام های گیاهی رو تشکیل میدن که دارن کاری رو به عنوان یک بخش از گیاه انجام میدن که فیزیولوژی گیاه مربوط به اندام های گیاهی است. پس ما هم از ابتدا از واحدهای تشکیل دهنده ساختارهای گیاهی یعنی سلول‌های گیاهی آغاز می‌کنیم، ببینیم که سلول‌های گیاهی چه هستند، چه ساختاری دارند و تمام موارد مربوط به سلول گیاهی رو در درس یکم بررسی می‌کنیم. آغاز می‌کنیم درس اولمون رو با سلول گیاهی، ببینیم که سلول گیاهی چیست. اگر از نظر ساختار کلی بخوایم یک سلول گیاهی رو بررسی کنیم، سلول گیاهی هم همچون سایر سلول ها مثل سلول های جانوران یا سلول های آغازیان، سلول های قارچ ها و از جمله جانداران دیگه که یوکاریوت هستن، مثل سایر سلول های یوکاریوتیست ساختار سلول گیاهی هم. یعنی اون قشای سلولی، سیتوپلاسمی که همه سلول ها دارن، بخشایی که در هسته مستقره، بخشایی که در سیتوپلاسم مستقره و اشاره خواهیم کرد. و قشای سلولی تقریبا مثل سلول‌های دیگر یوکاریوتی هست. اما سلول گیاهی یک سلول بسیار کاملی است. از جمله ساختارها یا اجزایی که سلول گیاهی داره و سلول‌های دیگه ممکنه به یه شکل دیگه اون رو داشته باشن یا اصلا نداشته باشن، سه مورد هست. یکی دیواره سلولی هست. یکی هم پلاست و واکول. دیواری سلولی خودش به عنوان یک بخش از سلول گیاهی است. ما میگیم سلول ها قشای سلولی دارن، سیتوپلاسم دارن و هسته دارن. اما سلول گیاهی قبل از قشای سلولی، یعنی به طرف بیرون یا خارج قشای سلولی، بخشی داره به نام دیواره سلولی. یکی از اجزای مهم و عمده در سلول های گیاهی دیواره سلولی است. بخش بعدی سلول گیاهی قشای سلولی است. قشای سلولی هممون میدونیم یک قشایی است با مدل موزاییک سیال که در همه قشاهای زیستی وجود داره. وقتی میگیم قشاهای زیستی یعنی قشای سلول و قشای اندامکهایی که درون سلول ها هستن، در ساختارهای زنده وجود دارن. قشای سلولی معمولاً قشای پلاسمایی است که اطراف کل سلول رو گرفته. گفتم ساختارش از مدل موزاییک سیال تشکیل شده. مدل موزاییک سیال مدلی است که در اون اجزای قشا، مثلا فسفولیپیدها، به صورت دولایی قرار گرفتن و پروتئین ها و موارد این چنینی در لابلای قشای دولایه فسفولیپیدی مستقر شدن. قشای سلولی سلول گیاهی هم از نوع مدل موزاییک سیال هست. تنها تفاوتی که بین قشاها و از جمله قشای سلول گیاهی ما شاهد هستیم، تفاوت فسفولیپیدها در این ساختار قشایی و یا تفاوت پروتئین هاست. بنابراین مدل یکی هست. مدل همه دولایه فسفولیپیدی و پروتئین ها لابلای اونها و بعضن حالا مولکول های قندی که به پروتئین ها و لیپیدها متصل هستند و از جمله این مسائل. بخش بعدی سلول سیتوپلاسم هست. سیتوپلاسم رو میدونیم یک بخش حجیم و عمده ای از سلول هست در همه سلول ها که یک ترکیباتی رو به عنوان ماده زمینه‌ای داره که عمدتاً از آب تشکیل شدن، یون‌ها هستن، چربی‌ها، لیپیدهای محلول در آب هستن، پروتئین‌ها هستن و پروتئین‌های محلول، پروتئین‌های غیر محلول و ترکیبات مختلفی به همراه آب تحت عنوان ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم
در سیتوپلاسم مستقر هستند. شما واژه هیالوپلاسم رو ممکنه شنیده باشین به عنوان ماده زمینه سیتوپلاسم و یا ممکنه شما واژه سیتوزول رو شنیده باشین. اینها همه معادل ماده زمینه ای یا اون قسمت حجیم سیتوپلاسم هستند. درون ماده زمینه سیتوپلاسم چه چیزهای دیگری میبینیم؟ اجزای سلولی و اندامک هایی درون این ماده زمینه ای مستقر هستند. اجزای سلولی ما عمدتاً شامل ریبوزوم و اسکلت سلولی است. ریبوزوم ها اجزایی از سلول بودن که خودشون ساختارشون از نوعی RNA به نام rRNA و انواعی از پروتئین ها به نام پروتئین های ریبوزومی در هم تنیده شده بود. بعضی از انواع آرنه ها و بعضی از انواع پروتئین ها در هم تنیده شدن، با هم ترکیب شدن و جزئی رو ایجاد کردن به نام ریبوزوم. فراموش نکنیم ریبوزوم هم خودش در دو جزئه، یه جزئه کوچک داره و یک جزئه بزرگ. یعنی برخی از آرنه ها و پروتئین ها در هم تنیده شدن جزء کوچک ریبوزوم رو به وجود آوردن و نوعی دیگر از آرنه های ریبوزومی و پروتئین های ریبوزومی در هم تنیده شدن اومدن و جزء بزرگ ریبوزوم رو به وجود آوردن. جزء کوچک و بزرگ ریبوزوم درون سیتوپلاسم مجزا از هم هستند و اتصالی به هم ندارن. ولی وقتی که mRNA که RNA پیک هست و قرار کار ترجمه یا پروتئین سازی از روی اون صورت بگیره، وقتی که اتصال میخواد پیدا کنه به ریبوزوم ها، با اتصالش به جزء کوچک ریبوزوم باعث پیدا کردن جزء بزرگ و اتصال اون به جزء بزرگ میشه و این گونه هست که جزء کوچک و بزرگ ریبوزوم در موقع پروتئین سازی یا فرایند ترجمه به یکدیگه متصل میشن و این اتصال به لطف mRNA یا RNA پیک صورت میگیره. یک نکته رو فراموش نکنیم و اون این هستش که اجزایی که ریبوزوم رو به وجود آوردن، مثل RNA های ریبوزومی که بهشون rRNA اطلاق میشه و پروتئین هایی که ریبوزوم رو به وجود آوردن و بهشون پروتئین های ریبوزومی میگیم، اینا فقط در هم تنیده شدن و یک جسم متراکم رو به وجود آوردن به نام جزء کوچک ریبوزوم یا جزء بزرگ ریبوزوم به عنوان اجزای سلولی. هیچ قشایی از نوع مدل موزاییک سیال این اجزا رو محصور نکرده و به خاطر همینه که بهشون جزء اصلا گفته میشه یا اجزای سلولی. از دیگر اجزای سلولی اسکلت سلولی است. اسکلت سلولی اون داربست هایی هستن که به سلول استحکام قراره بدن، گاهی از یک طرف سلول تا یک طرف سلول کشیده شدن و باعث شدن که کلی از اندامک ها و بخش های مختلف سلول روی اینها حرکت کنن و از یک بخش سلول به بخش دیگه برن. به اصطلاح میگیم بعضی وقتها اندامک ها روی اسکلت سلولی سر میخورن. اسکلت سلولی خودشون دو نوع هستن، یکی میکروتوبول ها یا ریز لوله بهشون اطلاق میشه و دیگری میکروفیلامنت ها که بهشون ریز رشته میگیم. میکروتوبول ها یا ریز لوله ها از میکرو به معنی ریز و توبول به معنی لوله گرفته شده، یعنی لوله های ریز، لوله هایی که درون سلول هستن. خب این لوله ها جنسشون از چیه؟ پروتئین هایی به نام توبولین. این پروتئین ها ابتدا خودشون کروی هستن، جفت میشن، به حالت دایمر کنار هم قرار میگیرن و از در کنار هم قرار گرفتن توبولین ها یک لوله ای درست میشه که این لوله ها داخلشون خالی است و جدارشون از پروتئین های دایمری یا دوتایی توبولین تشکیل شده و همین دلیل بهشون میکروتوبول میگیم. میکروتوبول ها لوله های بلندی هستن که درون سلول از یک بخش تا بخش دیگه کشیده شدن و گفتم میتونن کار انتقال و کار استحکام رو در سلول به انجام برسونن. همچنین اسکلت سلولی شامل ریز رشته هاست. ریز رشته ها همون میکروفیلامنت هستن. میکرو به معنی ریز و فیلامنت به معنی رشته. رشته ها دیگه قرار نیست لوله ای درست کنن. واحد های تشکیل دهنده ریز رشته ها پروتئین های اکتین هست که حالت کروی دارن و خیلی اندازه کوچکتری دارن نسبت به توبولین ها. اینها هم یک حالت تجمعی در کنار هم قرار میدن و رشته های ریزی رو از اکتین میبافن، درست میکنن که این رشته ها طویل هست و باز از یک طرف سلول به طرف دیگر سلول کشیده شده و باعث شده که ریز رشته ها به وجود بیان و در کنار هم دیگه اسکلت سلولی رو تشکیل بدن و در نهایت ما به یک انسجام و استحکامی در سلول برسیم و انتقال اجزای دیگه و اندامک ها رو توسط این ساختارهای مهم داشته باشیم. بخش بعدی در سیتوپلاسم علاوه بر ماده زمینه‌ای و اجزای سلولی اندامک ها هستند. قبل از اینکه هر توضیحی در ارتباط با اندامک ها بدم، اینجا به تفاوت اصلی اندامک ها و اجزا اشاره می کنم.
ما در بخش اجزا دیدیم که ریبوزوم ها و اسکلت سلولی از درهم تنیدگی بخش های تشکیل دهنده شون ایجاد شده بود و هیچ غشایی از نوع مدل موزاییک سیال یا غشاهای زیستی اون رو احاطه نکرده بود. اما در اندامک ها ما چیز عمده ای که باهاش سر و کار داریم اون غشاهاست. غشاهای زیستی با مدل دولایه فسفولیپیدیشون کیسه ها یا بخش هایی رو به وجود آوردن که بخش خارجی اونها غشا هست و داخل این غشاها یه ساختارهایی وجود دارن. بعضن داخل این غشاها میتونه از ماده زمینه‌ای گرفته تا ساختارهایی که اون اندامک رو تشکیل دادن قرار گرفته باشه. از این اندامک های غشایی که ساختارشون غشایی است، مانند یک کیسه میمونن و داخلشون یک سری ساختارها و مواد زمینه‌ای است، چه اندامک هایی رو میتونیم نام ببریم؟ اندامک های زیادی در همه سلول ها وجود دارن، مثل شبکه اندوپلاسمی، مثل دستگاه گلژی، مثل میتوکندری، مثل ریزوزوم که حالا در سلول های غیر گیاهی، در سلول های جانوری و سایر یوکاریوت ها وجود داره و در سلول های گیاهی واکوئول نقش لیزوزوم رو هم به انجام میرسونه. اینا همه ساختارهای غشایی هستن. اما دو ساختار غشایی خیلی مهم، دو اندامک بسیار مهم که در سلول های گیاهی فقط وجود داره، یکی پلاست ها هستن و دیگری واکوئول ها، اون واکوئول های خاص گیاهان. شاید در خیلی از جانداران شما واژه واکوئول رو یا اندامک واکوئول رو شنیده بودین، ولی اون نقشی که واکوئول در سلول گیاهی داره با نقشی که واکوئول های دیگه مثل واکوئول ضرباندار در پارامسیما داریم یا واکوئول هایی که در خیلی از یوکاریوت ها هستن و برای تنظیم آب و موارد دیگه هستن، شاید یه مقدار متفاوت باشه. و ما منظورمون از واکوئول اون واکوئول مرکزی است که در سلول گیاهی وجود داره و وقتی که سلول گیاهی جوانه، این واکوئول ها تعدادشون زیاد و در اندازه های بسیار کوچکی هستن که توی کیسه های غشایی هم داخلشون خواهیم گفت که چه هست و چه کاری انجام میده. و وقتی سلول گیاهی رشد میکنه، به موازات رشد سلول گیاهی واکوئول های کوچک به هم میپیوندن و یک واکوئول بزرگ مرکزی رو در سلول گیاهی به وجود میارن. اندامک بعدی هم پلاست هست. پلاست ها خودشون ساختارهای غشایی هستن که دو لایه فسفولیپیدی رو دارن. هر غشا یک ساختار دو لایه فسفولیپیدی داره و در مجموع از 4 لایه فسفولیپید در دو غشا تشکیل شدن از بیرون وقتی اونها رو میبینیم و داخلشون ساختارهای غشایی تیلاگوئید هست که باز ما پلاست و واکوئول رو اینکه دقیقاً ساختارشون چه هست و اینکه چه کاری رو انجام میدن، چه نقشی رو برای سلول گیاهی انجام میدن، در جای خودش به طور مفصل توضیح میدیم. بخش دیگر تشکیل دهنده سلول گیاهی هم همانند سلول های دیگه یوکاریوت هسته است. هسته بخشی درون سلوله که خودش توسط غشای زیستی، یه غشایی به نام غشای هسته، احاطه شده که باز هم دو غشا داره، غشای خارجی و غشای داخلی، و بعد در برخی موارد هسته غشای داخلی و خارجیش به هم متصل میشن و منافذ هسته رو ایجاد میکنن. داخل اون دو غشای خارجی و داخلی که حالت انسجامی برای هسته ایجاد میکنه، میدونین که داخلش ماده وراثتی قرار داره که اصل ماده وراثتی دی ان ای هست و دی ان ای در ارتباط با پروتئین های هیستون هست و باعث شده که یک سازمان یافتگی کروماتین ایجاد کنه و در مواقعی هم که سلول ها به تقسیم میرن، کروماتین به شکل کروموزوم تغییر پیدا میکنه که یک تغییر فیزیکی است و تنها به تغییرش از نظر شکل ظاهری میانجامه و اصل اون ماده وراثتی که دی ان ای هست و پروتئین های هیستون در کروماتین و کروموزوم یکی است و فقط اون سازمان یافتگی و اون اندازه و اون وضعیت ظاهری که دارن با هم متفاوته. در این تصویر ملاحظه میفرمایید که اجزای تشکیل دهنده سلول های گیاهی چه هست؟ این همان دیواره یا سلوال هست که میبینید. ما در این بخش دیواره سلول گیاهی رو میبینید. گفتیم در سلول گیاهی خارجی ترین بخش دیوار است. به سمت داخل غشای سیتوپلاسمی یا غشای سلولی قرار داره. این غشا که در اینجا با رنگ صورتی میبینید، اون مدل موزاییک سیال یا دولایه فسفولیپیدی رو داره. غشا میتونه به درون فرو رفتگی داشته باشه، مواد رو بیاره داخل سلول. غشا میتونه در انتقال مواد شرکت بکنه. غشا میتونه موادی رو خارج کنه از سلول. بخش دیگه سیتوپلازم هست. شما در داخل غشا اینجا بخشی که به این رنگ فسفوری میبینید سیتوپلازم هست. سیتوپلازم یک بخش زمینه داره. در بخش زمینه شما آب رو میبینید. شما مولکول های مختلفی رو میبینید. از جمله مولکول های پروتئینی هستن، مولکول های لیپیدی هستن که
در اینجا قرار دارن و مستقر هستن. خیلی از مواد چون محلول هستن، حالا به عنوان ماده زمینه ای اینجا گذاشتن. خیلی مواد زمینه ای رو در این تصویر ما باز نکردیم و به همین رنگ فسفوری که میبینید بسنده میکنیم به عنوان ماده زمینه ای و میدونیم که در این ماده زمینه ای موادی که گفتیم وجود دارن و مستقر هستن. میریم سراغ اجزای سلولی. در اینجا شما ریبوزوم ها رو میبینید که ریبوزوم ها حالا یا به شکل آزاد درون ماده زمینه ای قرار دارن و یا رفتن و روی شبکه اندوپلاسمی مستقر شدن. پس ما بعضی از ریبوزوم هامون آزاد هستن در سیتوزول یا سیتوپلاسم و برخی هم که خب رفتن روی شبکه اندوپلاسمی مستقر شدن و شبکه اندوپلاسمی زبر رو به وجود آوردن. بعضی از شبکه اندوپلاسمی ما بدون ریبوزوم هستن که بهشون شبکه اندوپلاسمی صاف گفته میشه. دستگاه گلژی رو میبینید، میتوکندری رو میبینید به عنوان اندامک، کلوروپلاست ها رو میبینید. در اینجا از پلاست ها کلوروپلاست به نمایش گذاشته شده. ما اینجا کلوروپلاست رو داریم ملاحظه میکنیم. در جای خودش قایم دید که پلاست ها انواع مختلفی دارن و میتونن پلاست های ذخیره ای یا پلاست های رنگی باشن. و بعد ما یک واکوئول اینجا میبینیم که یک واکوئول مرکزی است. این همان واکوئولی است که با یک غشا محصور شده. غشای واکوئول تونوپلاست نام داره که مدل موزاییک سیاله، مدل دولایه فسفولیپیدی، پروتئین های خاص خودش، آنزیم های خاص خودش رو در ساختار غشایی داره و درونش هم که آب، خیلی از الکترولیت ها، خیلی از املاح، خیلی از یون ها، حتی رنگ ها، برخی رنگ های گیاهی و برخی سموم گیاهی درون این انباشته شدن. خیلی از پژوهشگران واکوئول ها رو به عنوان انبار یاخته یا انبار سلول در نظر می گیرن و سلول در لحظه وقتی چیزی رو احتیاج نداره، ماده رو احتیاج نداره، درون واکوئول ها ذخیره میکنه تا بعد بتونه از اونها استفاده کنه. و اجزای دیگه ای که پروکسیزوم ها هستن، اندامک هایی که شما میدونین، باز اینها هم نقش ضد سمی دارن، پر از آنزیم کاتالاز هستن و پروکسید هیدروژن رو تجزیه میکنن. در بعضی سلول ها مقدار اینها بسیار زیاد هست و خیلی از اندامک های دیگه و اجزای دیگه که حالا در این تصویر میبینیم یا نمیبینیم ولی عمدتاً روی سخنمون با سلول گیاهی است که خب داریم این واکوئول و کلوروپلاست رو که به عنوان دو اندامک متفاوت در سلول هستن میبینیم. هسته رو میبینیم. گفتیم که هسته منافذی داره در غشایش که حاصل به هم متصل شدن غشای خارجی و داخلی هسته است. بعد ماده وراثتی رو میبینید و هستک ها رو هم داخل هسته میبینید که این یک نمای کلی از یک سلول گیاهی است که ما در ادامه به ساختارهای اون باز هم میپردازیم. حال که با دیواره سلولی در گیاهان آشنا شدیم و دیدیم که دیواره سلولی یکی از مهمترین بخش‌های تشکیل دهنده سلول گیاهی است، ببینیم که این دیواره چه نقشی رو برای سلول ایفا میکنه، به چه درد سلول میخوره و چرا اینقدر مهمه. یکی از مهمترین نقش هایی که دیواره سلولی داره این هستش که به سلول گیاهی شکل میبخشه. ضمن اینکه میاد محتویات سلولی رو حفظ میکنه نسبت به محیط اطراف، یک شکل مشخص به سلول میده. شما اگر در آزمایشگاه در زیر میکروسکوپ یک لایه بشره پیاز رو یا یک لایه بشره تره رو، میگیم بشره همان روپوست یا اپیدرم هست، اینها نامهای معادل روپوست هستن، روپوست تره، روپوست پیاز یا روپوست هر گیاه دیگه ای رو، برگش رو بردارید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید، بسیار مرتب و منظم میبینین که سلول هایی در کنار هم نشستن و یه حالتی دارن که با خطوطی مشخص شدن. اون خطوط در زیر میکروسکوپ همان دیواره سلولی است و اگه ما سلول گیاهی رو با شکل ویژه‌ای میبینیم به خاطر وجود دیواره است. شما اگر معادل این آزمایش بیایید یک لام تهیه کنید و مخاط دهانتون رو جدا کنید، روی لام بکشید، یه مقدار رنگ بریزید، لامل بذارید و زیر میکروسکوپ نگاه کنید، میبینید که سلول ها خیلی غیر انسجام یافته هستند. یه سلول رو در یک طرف لام میبینید، یک سلول رو در یک طرف دیگه میبینید، یک شکل واضح و مشخص نمیبینید و ممکنه هر سلول رو به یک شکل ببینید، حالا یا کروی ببینید یا یکم تو رفته ببینید یا بیزی ببینید. این به خاطر اینه که سلول های جانوری دیواره ندارن و همین نداشتن دیواره شکل مشخصی به اونها نمیده و بنابراین یکی از نقش های عمده دیواره سلولی این هستش که سلول گیاهی شکل میده و اون چه که ما زیر میکروسکوپ به عنوان سلول گیاهی میبینیم با شکل مشخص به خاطر وجود دیواره سلولی است. نقش دیگری که دیواره سلولی داره انتقال آب و محلول هاست. دیواره با داشتن ماهیت آب دوستش و ساختار تراوات قادر هستش که آب رو جذب کنه و
آب رو در ساختار خودش حرکت بده و حتی عناصر و موادی که در آب حل میشن و محلول رو ایجاد میکنه، حتی محلول رو هم میتونه انتقال بده به سمت غشای سلول که وارد سلول بشن. نقش دیگری که دیواره سلولی داره سازگار کردن گیاه با محیط هست. ما میدونیم که بسیار تغییرات فیزیکی و شیمیایی در محیط رخ میده و این تغییرات همشون اگه بخوان روی سلول اثر بگذارن، ممکنه اون ساختار سلولی، اون انسجامش و اون نقش اصلی سلولی رو به هم بریزن. بنابراین دیواره در خیلی از موارد میاد سلول رو یا در نهایت گیاه رو به خاطر اینکه سازگار کنه با تغییرات شرایط محیطی، به هر حال داره یه تغییراتی میشه و یک فعالیت هایی رو انجام میده که خودش به سازگاری اون با محیط اشاره داره. نقش دیگه دیواره سلولی استحکام بخشیدن به سلوله. وقتی یک ساختاری مثل قاب داره غشا و سایر بخش ها رو حفاظت میکنه، آیا استحکام نمیده به سلول؟ آیا سلول رو محکم نمیکنه در برابر ناملایماتی که در محیطش قرار داره؟ که قطعا همینطوره. استحکام سلول گیاهی هم به لطف وجود دیواره سلولی است. نقش دیگه ای که برای دیواره سلولی در نظر گرفته میشه، حفاظت سلول در برابر سرما و گرما، ضربه، فشار و حمله عوامل بیماریزاست. ما میدونیم که در فصول مختلف شرایط جوی سرما و گرما متفاوته. اگه قرار باشه که سلول گیاهی در سرما و گرما ساختارش به هم بریزه یا دچار مثلا یخ زدگی بشه یا اگر خیلی گرم بشه غشا اصلا از هم پاشیده میشه از سیالیت فراوان، این همه به خاطر این هستش که گیاه توان فرار از ناملایمات محیط رو نداره و در محیط ثابته. این دیواره بهش کمک میکنه که با وجود ثباتش بتونه این سرما، گرما و حتی فشارهای مکانیکی و ضرباتی که بهش وارد میشه رو بگیره و اجازه نده که به غشا و بخشای داخلی منتقل بشن. دیواره سلولی گیاه رو از عوامل بیماریزا مسئول نگه میداره. چگونه؟ ما در ادامه خواهیم گفت که ترکیبات دیواره چیان. به طور مفصل توضیح میدیم. در اونجا خواهیم گفت که یکی از ترکیبات دیواره همیسلولوزه. همیسلولوز ترکیبات قندی است. در اینجا فقط به ذکر این مسئله بسنده میکنم که همیسلولوزها میتونن قطعه قطعه بشن و این قطعه های کوچیکشون تحت عنوان اولیگوساکارینه. اولیگوساکارین هم چیز تازه‌ای نیست، چیز عجیبی نیست. از بیوشیمی شما به خاطر دارین که وقتی واحدهای قندی به یکدیگه متصل میشن، اگر بین 3 تا 10 واحد قندی باشن، بهشون اولیگوساکارید یا اولیگوساکارین میگیم. اگه 2 تا باشن که دیساکاریدن و اگه بیش از 10 تا باشن پلیساکاریدن، اما اگه بین 3 تا 10 مورد مولکول قندی رو به هم متصل داشته باشین، مونومرهای قندی رو به هم متصل داشته باشین، یک اولیگوساکارین دارین. عوامل بیماریزا وقتی وارد دیواره گیاهی میشن، باعث میشن که در دیواره گیاهی همیسلولوزها اولیگوساکارین هایی ازشون تولید بشه. بعد این اولیگوساکارین ها وارد سلول میشن، وارد هسته میشن، برخی از ژن های هسته رو فعال میکنن که بعد از فعالیت این ژن ها ترکیبات پروتئینی درست میشه که این ترکیبات پروتئینی نقش آنتیکور رو برای سلول گیاهی ایفا میکنه و میاد با اون عامل بیماریزا درگیر میشه، مبارزه میکنه و اجازه نمیده که عامل بیماریزا سلول گیاهی رو از بین ببره. در ادامه ببینیم که این دیواره با نقش های مهمی که ایفا میکنه و با اهمیت زیادی که داره چه ترکیب شیمیایی داره. بهترین چیزی که باید در ارتباط با دیواره بگیم، نقش اون رو و اهمیتش رو برای ما روشن بکنه، همان ترکیبات شیمیایی است. باید بگیم که دیواره از 2 بخش ترکیب شیمیایی تشکیل شده. یکی ترکیب شیمیایی اصلی دیواره است که بهش سلولوز گفته میشه و بعد این سلولوز در یک ماده زمینه است که حالا ماده زمینه ای خودش از ترکیبات مختلفی تشکیل شده، از جمله ترکیبات پکتیکی، همیسلولوز و پروتئین. اول ترکیب اصلی دیواره که سلولوز هست رو ببینیم چیست. سلولوز یک درشت مولکول هست از پلیساکاریدها، در واقع یک کربوهیدراته که از چندین واحد قندی درست شده. چند قندی بهش اطلاق میشه یا پلیساکارید. این پلیساکاریدها از پلیمر شدن N مولکول گلوکوز تشکیل میشن. در مورد سلولوز واحدهای قندی تشکیل دهنده گلوکوز هست. حالا ما خواهیم گفت که منظور از اتصالهای بتا 1-4 چیست؟ پلیمر هم یعنی جمع شدنشون، اتصالشون با هم دیگه از مونومرها.
این پلیمر سلولوز که تشکیل میشه از N مولکول گلوکوز با اتصالهای 1:4 خطی و بدون انشعابه، یعنی فقط گلوکوزها به صورت خطی با یکدیگر ترکیب شدن و نیومدن برای ایجاد انشعاب یه پیوند دیگه بدن، مثل گلیکوژن، مثل نشاسته. خیر، فقط خطی هستن و در یک راستا گلوکوزها با هم دیگه پیوند پیدا کردن. در ادامه میبینیم که وقتی این رشته ها درست میشن میتونن بین خودشون و رشته های دیگه با هم پیوند هیدروژنی بدن. و جالبه که سلولوز ترکیبیه که رنگ میپذیره و ما با رنگ های مصنوعی مثل کارمن زاجی میتونیم اونو رنگ کنیم و رنگ قرمز میگیره. در این اسلاید شما ساختار مولکولی و شیمیایی سلولوز رو میبینید. این الان یک مولکول گلوکوز. مولکول گلوکوز مگه نه اینکه یک کربوهیدرات، یک مونومر، یک تک قندی، یک مونوساکاریده که از 6 تا کربن درست شده. کربن شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6. روی هر کربنی شما می‌بینین که عوامل هاش و هاش قرار دارن. بعد از اینکه این عوامل بهشون متصل شدن، حالا اینجا کربن شماره 1 هست، اینجا کربن شماره 4. الان اینجا یک گلوکوز رو میاریم و هم بررسی می‌کنیم. کربن شماره 1 اینجا الان فرم فضاییش رو به شکلی که هست که دو فرم قایق و صندلی دارن وقتی که اینا قرار میگیرن در فضا در محیط سلول، الان شما به خاطر همینه که این شکل رو نسبت به این شکل متفاوت میبینید. کربن شماره 1 الان اینجا هست، اینم کربن شماره 4 هستش که شما میبینید. این کربن شماره 1 از یک گلوکوز با کربن شماره 4 از گلوکوز بعدی با هم پیوند برقرار میکنه. این کربن شماره 5 و اینم کربن شماره 6. میدونی که کربن شماره 6 همیشه بیرونه این حلقه میافته، چون بین کربن شماره 5 و کربن شماره 1 یک پل اکسیژنی هست، یک اتصال اکسیژنی برقرار هست. کربن شماره 1 با کربن شماره 4 از طریق یک ارتباط اکسیژنی با هم پیوند برقرار میکنن. اینجا شما میبینید که هاش او هاش هست، اینجا هم هاش او هاش هست، ولی اینجا یک او میبینید، یک مولکول هاش و یک او هاش در اینجا، چون پیوند بین گلوکوز اول و گلوکوز دوم از نوع سنتز آبدهی است و یک مولکول آب آزاد میشه، بنابراین H2O آزاد میشه و با آزاد شدن H2O ما اینجا این پیوند اکسیژنی رو بین این دوتا داریم. با آزاد شدن یک مولکول آب، دو مولکول گلوکوز به هم متصل شدن. مولکول سوم هم به همین شیوه میاد به مولکول دوم وصل میشه، مولکول چهارم به همین شیوه به مولکول سوم، همینطور این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا یک رشته اولیه پلیساکاریدی از سلولوز درست میشه. حواسمون باشه در ارتباط با سلولوز وقتی که دو تا مولکول گلوکوز با هم پیوند برقرار میکنن، اون دیساکاریدی که ایجاد میشه الان این دوتا هست، این دوتا هست، این دوتا هست. اون دیساکاریدی که ایجاد میشه، حالا در اینجا این وسطی رو نشون میدیم، فرقی نمیکنه، اینا هم همینطورن. وقتی دو تا بتا گلوکوز با پیوندهای 1:4 با هم پیوند برقرار میکنن به شکل خطی، بهش میگیم سلوبیوز، یعنی واحد سلوبیوز. اون دو قندی یا اون دیساکارید سلوبیوزه. نگاه کنین این واحدهای سلوبیوز هی دارن تکرار میشن، تکرار میشن، تکرار میشن تا یک رشته ای رو درست میکنن که بهش ما سلولوز میگیم. و سلولوز این گونه تشکیل میشه. حالا نگاه بفرمایید اینجا، الان این رشته سلولوز، این رشته سلولوز، اینم یک رشته سلولوز. این رشته ها بین خودشون، شما در تصویر قبلی که ساده تر هست اگر دقت بفرمایید، وقتی که اینا درگیر پیوند میشن، هاش او هاش های کربن شماره 2 و کربن شماره 3 آزادن، حتی هاش او هاش کربن شماره 6 هم آزاده و ما این همه عوامل او هاش و هاش آزاد داریم دور این رشته میبینیم. آیا اینها نمیتونن بین رشته های مختلفی که به این شکل درست شده بین مولکول های سلولوز با هم پیوند هیدروژنی بدن؟ البته که میتونن و این پیوند های هیدروژنی رو بین خود این رشته های اولیه سلولوز میدن و در نهایت ما یک رشته بزرگتر و ضخیمتری داریم که از رشته های ابتدایی سلولوز تشکیل شده. پس این پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی شکل منظمی رو به سلولوز میدن که دیگه بهش بلور سلولوز میگیم. بلور یا کریستال سلولوز همین سلولوزی است که اینجا میبینید و حاصل پیوند هیدروژنی بین رشته های اولیه سلولوز هست. وقتی که این سلولوزها با هم به این شکل ترکیب شدن و اون شکل بلوری رو ایجاد کردن، حالا چندین مورد از این شکل‌های بلوری میتونه خودش با همدیگه پیوند برقرار کنه و
ریز رشته های سلولوزی رو درست کنه که بهشون میکروفیبریل میگیم. اینجا دوباره شما ملاحظه میکنید این رشته های اولیه سلولوز رو که با پیوندهایی به هم اتصال پیدا کردن و رشته های ریزتر رو درست کردن که منظم انسجام داره و بهشون میکروفیبریل میگیم. این میکروفیبریل ها دوباره چندی موردشون در کنار هم جمع میشن و باز بین این میکروفیبریل ها با میکروفیبریل های دیگه با هم دیگه اتصالات بین مولکولی هیدروژنی تشکیل میشه. میکروفیبریل ها به هم میپیوندن و فیبریل های بزرگتری رو درست میکنن که این فیبریل های بزرگتر همان فیبریل های سلولوزی هستن که باز از تجمع فیبریل های سلولوزی ما رشته های سلولوز رو میبینیم که در دیواره وجود دارن. از اینجا برمیگردیم میگیم که این اگر سلوال یا دیواره اسکلتی ما باشه و ما یه تکش رو بزرگ کنیم در زیر میکروسکوپ ما میتونیم این رشته ها رو ببینیم که ما بهشون میگیم میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی. این میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی رو اگه باز کنیم به چه شکلن؟ ابتدا دستجات بزرگترن، ماکروان، قابل دیدن و وقتی بازشون میکنیم میبینیم از میکروفیبریل ها درست شدن و میکروفیبریل ها رو وقتی باز میکنیم میبینیم همون ساختارهای بلوری یا کریستالی هستن که اونها هم باز تحت عنوان میکروفیبریل اطلاق میشن. بنابراین اون چه که ما از فیبریل های سلولوزی در دیواره اسکلتی سراغ داریم این رشته اولیه سلولوز نیست. حتی این رشته های اولیه‌ای که با پیوندهای هیدروژنی به هم متصل شدن هم نیست. از قرارگیری و اتصال مجدد چندین از این رشته های منظم در کنار هم و تشکیل میکروفیبریل ها و فیبریل ها که همان ماکروفیبریل ها هستن ما میگیم فیبریل های سلولوزی. و به همین دلیل میگیم که دیواره سلولی از میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی به این شکل تشکیل شد. برگردیم چند اسلاید قبل. شما در اینجا دیدین که ترکیبات شیمیایی دیواره سلولوزی عمدتا سلولوز بود که ما توضیح دادیم. اما بخش بعدی ترکیبات شیمیایی دیواره سلولی مواد زمینه‌ای دیواره هست. مواد زمینه‌ای دیواره شامل ترکیبات پکتیکی، همیسلولوز و پروتئینه. یک بخش از مواد زمینه‌ای گفتیم ترکیبات پکتیکی است. درشت مولکول‌هایی هستند که از پلیمر شدن این مولکول اسیدهای اورونیک با اتصال بتا 1 به 4 درست شدن. بریم برای شکل توضیح بدیم که این اسیدهای اورونیک چه هستند و چگونه ترکیبات پکتیکی رو به وجود میارن. به خاطر دارید که ما وقتی ساختار گلوکوز رو توضیح میدادیم گفتیم که گلوکوزها قندها یا مونومرهایی بودند که از 6 کربن درست شده بودند، کربن شماره 1 2 3 4 5 و 6. در ارتباط با گلوکوز روی کربن شماره 6 عواملی که بهش متصل شده بودند 3H2OH بود. دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن بهش متصل بود به کربن شماره 6. دو مولکول هیدروژن و یک مولکول بنیان هیدروکسیل OH بهش متصل بود. دارید میبینید اینجا. اما اگر در ساختار گلوکوز در کربن شماره 6 به جای 3H2OH ما 3OOH رو داشته باشیم، یعنی عامل کربوکسیل یا اسیدی رو داشته باشیم، اون وقت دیگه گلوکوز ما گلوکوز نیست. گلوکوز رو بهش میگیم گلوکورونیک اسید. گاهی وقتا گلوکوز ما هم ممکنه به ایزومر خودش یعنی گالاکتوز تبدیل بشه. گالاکتوز تنها فرقی که با گلوکوز داره این اتصالاتی است که روی حالا کربن شماره 4ش هست. یه مقدار اتصالات فضایی هاش و هاشش با هم فرق میکنن. پس اگر گلوکوز ما گالاکتوز بود که فرق زیادی با گلوکوز نداره، فقط در اون اتصالات فضایی مربوط به کربن شماره 4 هست، اون وقت اگر به جای 3H2OH 3OH گرفته بود میشه اسید گالاکتورونیک یا گالاکتورونیک اسید. پس گالاکتورونیک اسید یا گلوکورونیک اسید که از تغییر گلوکوز به حالت اسیدی تبدیل شدن، یعنی 3H2OH اونها به عامل کربوکسیل تبدیل شده و خاصیت اسیدی بخشیده به این ترکیب، اون وقت دیگه میشه اسید اورونیک، چون ممکنه اسید گالاکتورونیک باشه و یا اسید گلوکورونیک باشه. اسیدهای اورونیک زیربنای ترکیبات پکتیکی هست. چندین اسید اورونیک به هم پیوند میخورن و با پیوندشون ترکیبی که درست میشه پکتین یا پولی گالاکتورونیک اسیده یا ترکیبات پکتیکی بهشون گفته میشه. در اینجا شما اسیدهای اورونیکی رو میبینید که اینجا الان COOHشون آزاده. این COOHها میتونن به صورت بنیان عمل کنن و با ترکیبی ترکیب بشن مثل متیل.
الان شما اینجا یک اسید اورولیک متیله رو دارید میبینید. متیل میتونه جدا بشه، میتونه باشه. وقتی متیله میشه یک ترکیب پکتیکی، اون رو از حمله کلسیوم و حمله ترکیباتی که اینها رو به هم وصل میکنن حفاظت میکنه و باعث میشه که دیواره نرم بمونه تا رشد کنه. اما وقتی دیواره به رشد خودش رسید، این عاملهای آزاد که اینجا هم میبینید CoOH-ها رو میتونن از طریق یون کلسیوم رشته های اسیدهای پکتیکی به هم متصل بشن و وقتی به هم متصل میشن استحکام میدن به دیواره، خیلی دیواره رو محکم میکنن. اگر دیواره در بعضی موارد میخواد رشد کنه و میخواد استحکام نداشته باشه، باید قبلش بیاد این متیل ها رو اضافه کنه به این ترکیبات، متیلاسیون رخ بده، اسیدهای پکتیکی متیله بشن تا از اینکه از طریق کلسیوم به هم وصل بشن ممانعت بشه. پس هم کلسیوم شدن ترکیبات پکتیکی رخ میده در دیواره به خاطر استحکام و هم در خیلی از مواقع ممکنه متیله بشه و این کلسیومی شدن اتفاق نیفته تا بتونه دیواره رشد کنه. ترکیبات پکتیکی رو بر اساس اینکه چه تعداد مولکول اسید گالاکتورونیک یا گلوکورونیک یا به طور کلی بگیم چه تعداد مولکول اسیدهای اورونیک در ساختش نقش داشتن شرکت کردن به سه گروه تقسیم می‌کنیم که حالا یا اسیدهای پکتیکی هستن یا پکتین‌ها هستن یا پروتوپکتینه که بر اثر تغییر تعداد اینها میتونه متفاوت باشه. ماده بعدی دیواره که از بخش زمینه‌ای میخواییم در موردش توضیح بدیم همیسلولوز هست. پژوهشگرانی که در ابتدا روی این مسائل کار میکردن همیسلولوز رو با سلولوز اشتباه میگرفتن و علتش هم این بود که همیسلولوز هم مانند سلولوز از مونومرهای قندی درست شده. ولی چند تا تفاوت داره با سلولوز. اولا که سلولوز مونومرهاش حتما گلوکوز بود، اما همیسلولوز میتونه علاوه بر گلوکوز مانوز، گزیلوز، گالاکتوز و قندای دیگه باشه. همچنان که در اینجا میبینین گزیلوز، بتا 1-4 مانوز، بتا 1-4 گلوکوز، آلفا گالاکتوز، ببینین میتونه قندهای متنوعی با اتصالات 1-4 با هم متصل بشن و اون بدنه اصلی رو با اتصال 1-4 درست کنن، اما میتونن از طریق کربن سوم یا کربن‌های دیگه در این ساختار بیان با قندهای دیگه انشعاب بدن. ببینین الان شما در اینجا انشعاب می‌بینید. اینا الان با پیوندهای 1-4 همه به هم متصلن، اما دقت بفرمایید کربن شماره 3 این قند اومده با کربن شماره 1 یک قند دیگه، یک مونومر دیگه پیوندی برقرار کرده. در اینجا همینطور با کربن شماره 2ش درگیر پیوند با کربن شماره 1 یک مونومر دیگه شده. در اینجا هم به همین ترتیب، در اینجا هم به همین ترتیب. بنابراین در همیسلولوز علاوه بر اسکلت اصلی که قندی است، ما انشعابات قندی هم داریم که در سلولوز نداشتیم، یک. و دو اینکه انشعاب اصلی یا شاخه اصلی میتونه از مونومرهای مختلفی تشکیل بشه و نه فقط از گلوکوز باشه و این دومین اختلافش با سلولوزه. ترکیبی شبیه به سلولوز تحت عنوان همیسلولوز. این همیسلولوز ها به خاطر اینکه این حالت رو دارن نمیتونن با مولکول های همیسلولوز دیگه ای پیوند هیدروژنی در اون مولکولی بدن. چرا؟ چون انشعاب دارن. انشعابات مزاحمت ایجاد میکنه، شکل کریستالی یا منظم ندارن و بنابراین همین یک شکل حالت بیشکلی رو در دیواره سلول دارن. در این تصویر لطفاً دقت بفرمایید ما ترکیبات پکتیکی یا پکتین ها رو داریم، میکروفیبریل های سلولوز رو داریم، این بخش ها هستن. ما میبینیم که مواد زمینه ای میتونن با میکروفیبریل های سلولوزی اتصال هم بدن که دارین شما میبینید. در اینجا هم شما باز همیسلولوز رو میبینین، در این شکل نداشتیم. این همیسلولوز هست، اینا سلولوز هست و این هم پکتین. میبینین که پکتین، سلولوز و همیسلولوز چگونه با هم پیوندهایی رو دارن. سلولوزها به شکل خطی و صاف و منظم و بلوری نشون داده شدن. همی سلولوزها رو ببینید یه انحنا توشون ایجاد شده. این انحنا به خاطر همون حالت بیشکل آمورفی که توضیح دادیم نمیتونن کریستالی بشن اینطور هست. در مورد پکتین ها هم همینطور. پکتین ها هم در بخش هایی از ساختارشون بین اسیدهای اورونیک مولکول های رامنوز قرار میگیره و همین باعث میشه که اینها یک تاشدگی در مولکولشون ایجاد بشه و همین تاشدگی از اینکه اینها کریستالی بشن جلوگیری میکنه و دیگه ما به شکل صاف و ممتد نمیبینیمشون و اینها رو هم ما به شکل زاویه دار داریم.
چه پکتین ها و چه همی سلولوز ها با همدیگه میتونن با پیوند هایی با سلولوز ها که به شکل میکرو ماکروفیبری های سلولوزی هستن درگیر پیوند بشن، اتصال داشته باشن و یک مجموعه محکمی رو برای دیواره ایجاد کنن. در این شکل هم که دیدیم، فقط نکته‌ای که در این شکل نسبت به این شکل متفاوت من اشاره کنم این هستش که در اینجا همینطور که دیدین همی سلولوز و پکتین تونستن پیوند برقرار کنن، در اینجا هم شما پکتین ها رو میبینید که اینها برقرار میکنن پیوند با میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی. و در اینجا همی سلولوز ها رو تحت عنوان گلیکان مطرح کرده. گلیکان هم همون زیربنای قندی داره، اصلش همون همی سلولوز ها هستن با زیربنای گلیکانی یا قندی که اینها هم اتصال پیدا کردن با میکروفیبریل های سلولوزی دیواره. بخش دیگر ماده زمینه دیواره پروتئین هست. بسیاری از محققین وقتی که می‌خواستن وجود پروتئین رو در دیواره سلولی کشف کنن، اومده بودن دیواره رو جدا کرده بودن از سلول گیاهی، دیواره رو خرد کرده بودن با شرایط آزمایشگاهی و بعد از خرد کردنش سانتریفیوژ کرده بودن و در یک جایی که پروتئین‌ها رسوب می‌کنن در سانتریفیوژ به وجود پروتئین‌ها در دیواره پی برده بودن. خیلی از پژوهشگران به اونها خورده گرفتن و گفتن که از کجا معلوم که این پروتئین هایی که شما در ارتباط با دیواره استخراج کردین، پیدا کردین، پروتئین های مربوط به قشا نباشن؟ چون قشا مدل موزاییک سیال داره، داره پروتئینه. شاید به خاطر اینکه قشا اتصال پیدا کرده به دیواره، شما بخشایی از قشا رو داشتین و این پروتئین هایی که پیدا کردین پروتئین های دیواره ای نیست، پروتئین های مربوط به قشاست که شما به دیواره نسبت میدین. که پژوهشگران یک آزمایش دقیق تری رو طراحی کردن و اومدن ابتدا سلول گیاهی رو در محلول‌های نمکی قرار دادن، پلاسمولیز براش ایجاد کردن به طوری که قشا بر اثر پلاسمولیز از دیواره فاصله گرفت و بعد دیواره رو شکوندن، تجزیه کردن، خرد کردن و دوباره سانتریفیوژ کردن و حالا که خیالشون راحت بود قطعاتی از قشا نمیتونه در اتصال با دیواره باشه و دیواره به صورت خالصه خالص‌سازیش کردن، دیدن که باز هم در سانتریفیوژ پروتئین میبینن. با آنالیزشون دریافتن که دو نوع پروتئین در ساختار دیواره وجود داره، یکی پروتئین های ساختاری است و دیگری پروتئین های آنزیمی. تکلیف پروتئین های آنزیمی مشخصه، ما این همه اجزا دیدیم درون دیواره سلولی، آیا برای تجزیه اینها، هیدرولیز اینها نیازی به آنزیم نیست؟ البته که هست و آنزیم هایی چون همی سلولاز، پکتیناز وجود داره، آنزیم هایی چون پروکسیداز و اکسیداز هم برای خواص ضد سمی در دیوار مستقرن که بتونن پروکسیدهای هیدروژن رو تجزیه کنن یا بتونن اکسیدهایی که امکان ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن دارن رو تجزیه کنن و به همین ترتیب پروتئین های آنزیمی لازم و ضروری است در دیواره و وجود هم داره. اما پروتئین های ساختاری، یک نوع پروتئین ساختاری خاص در سلول های گیاهی در بخش دیواره وجود داره که اینها آمینو اسیدهای تشکیل دهنده شون طوریست که از پرولین و سرین سرشار هستند و خیلی تعداد زیادی سرین و هیدروکسی پرولین رو دارن. شما میدونید پرولین یک آمینو اسیده، پرولین به شکل هیدروکسیله شده میشه هیدروکسی پرولین، آمینو اسید پرولینی که هیدروکسیله شده. این پروتئین های غنی از سرین و هیدروکسی پرولین قابلیت اتصال به قندهای دیواره رو دارن، میتونن به اسیدهای پکتیک و به همیسلولوز متصل بشن. با این واحدهای تکرار شونده هیدروکسی پرولینی که دارن یه قابلیت کشش به دیواره میدن و باعث میشن که دیواره بتونه بر اثر باز شدن اتصال با ترکیبات قندی و یا اتصال مجدد به باز شدن و کشش دیواره کمک بکنه. به همین دلیل ما به پروتئین های ساختاری اکستنسین میگیم. اکستنسین به معنی قابلیت کششه، قابلیت زیاد شدنه. پروتئین های ساختاری دیواره که یک قابلیت کشش در دیواره ایجاد میکنن، از نظر ساختاری تشکیل شدن از سرین و هیدروکسی پرولین و قابلیت اتصال به ترکیبات مختلف دیواره از جمله ترکیبات قندی رو دارن، بهشون پروتئین های اکستنسین از نوع پروتئین های ساختاری اطلاق میکنیم. به اون چه که ما میایم بررسی میکنیم، به نحوه قرارگیری و آرایش قرارگیری ترکیبات دیواره در دیواره ساختار دیواره میگیم. ما علاوه بر ساختار یه فراساختار هم داریم. در فراساختار یه مقدار جزئی تر مولکول های تشکیل دهنده دیواره رو بررسی میکنیم. اما در ساختار دیواره سلولی قرار هستش که ما ببینیم این اجزایی که گفتیم در دیواره وجود دارن چگونه قرار دارن، در چه لایه هایی قرار دارن، نسبت به هم چگونه هستن. و بر این معناست که ما ساختار دیواره سلولی رو میگیم که خودش از سه بخش میتونه تشکیل بشه.
یکی تیغه میانی، دیواری اولیه نخستین و دیواری ثانویه. برگردیم روی شکل. ابتدا من روی شکل یک توضیح مختصری میدم و بعد میام توضیحاتش رو عرض میکنم. در اینجا شما دو تا سلول گیاهی رو میبینید. این بخش یک سلول گیاهی است و این دیوارش، و این هم یک سلول گیاهی دیگه و این دیوارش. و این خودش یه سلول گیاهیه. اگر الان من این سلول گیاهی رو در نظر بگیرم، یه سلول گیاهی دیگه اینجا قرار داره، یه سلول گیاهی اینجا، و اطراف این سلول گیاهی پر از سلول های گیاهی دیگر است. این سلول های گیاهی که در کنار هم دیگه قرار دارن، زمانی که میخواستن اینها تشکیل بشن یک سلول بوده و وقتی میخواسته دو سلول بشه اولین زیربنای تشکیل دیواره در تقسیم سلولی گذاشته شده. اولین بخش دیواره که بین دو تا سلول به وجود اومده تیغه میانی یا میدل لاملا بوده. تیغه میانی ماهیت شیمیاییش پکتات کلسیومه. یعنی ترکیبات پکتیکی رو به خاطر دارید که کلسیوم چگونه می اومد این رشته ها رو به هم وصل میکرد و استحکام میداد به دیواره؟ به خاطر اینه که ما میگیم تیغه میانی خیلی محکمه، چون پکتات های اون کلسیومه شدن و پکتات کلسیوم یک ترکیب محکم و سفته که در ابتدای سنگ بنای دیواره اینجا گذاشته میشه بین دو دیواره. به خاطر همینه که خیلی منابع یا خیلی جاها شما شنیدین از تیغه میانی به عنوان سیمان سلولی یاد میکنن. منظورشون از سیمان سلولی همان استحکامیه که داره، چون مثل سیمان سلول ها رو به هم وصل میکنه. اینجا یک سلول گیاهی و یک سلول گیاهی و اولین بخش بینشون تیغه میانی، چون من یک سلول رو اینجا دارم به نمایش میگذارم، تیغه میانی آخرین بخش یک سلول میشه. یعنی اولین بخشیه که تشکیل شده و خارجی ترین بخش نسبت به داخل سلول. اگر ما اینجا رو داخل سلول در نظر بگیریم، اولین بخش و دورترین بخش و خارجی ترین بخش تیغه میانیه، بخش بعدی دیواره دیواره اولیه یا نخستینه. ماهیت شیمیاییش سلولوزه، به طرف داخل تیغه میانی قرار داره. اینجا رو ملاحظه بفرمایید، این سلول برای خودش دیواره اولیه ساخته به طرف تیغه میانی، این سلول هم به طرف داخل تیغه میانی برای خودش دیواره اولیه ساخته. این دیواره اولیه جنسش فقط و فقط از سلولوزه. در اینجا هم نگاه میکنیم، داخل سلول به طرف داخل تیغه میانی دیواره اولیه که میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی نشان داده شده. در این شکل فرض رو بر این میگیریم که برش ما مقاطع میکرو ماکروفیبریل ها رو داره نشون میده، نه خود رشته ها رو. و چون داره مقاطع رو نشون میده، ما به شکل نقطه های اینها رو میبینیم که در واقع همون انتهای میکرو ماکروفیبریل ها، و در تصاویر بعدی ما اونها رو به صورت رشته خواهیم دید. و اما دیواره ثانویه. دیواره ثانویه که بعضن به غلط فکر میکنیم که دیواره ثانویه سلول ها چوبی است، این گونه نیست. اتفاقا دیواره ثانویه مقدار سلولوزش بسیار بسیار بیشتر از دیواره اولیه است. دیواره اولیه که ساختارش سلولوزی بود، دیواره ثانویه هم سلولوزی است. منتها دیواره ثانویه معمولا زمانی برای یک سلول تشکیل میشه که سلول گیاهی به حد اکثر رشد خودش رسیده و دیگه خیلی قرار نیست رشد کنه، و به خاطر همین لایه‌هایی از سلولوز بهش اضافه میشن و استحکام بیشتری بهش میدن. بنابراین یه سلول گیاهی مادامی که داره رشد میکنه ترجیح میده که دیواره ثانویه رو تشکیل نده تا بتونه به حد اکثر رشد خودش برسه. اما اگر هم تشکیل داد، ماهیت شیمیایی اون دیواره از سلولوزه. منتها دیواره ثانویه یا پسین لایه‌های مختلفی داره، یک لایه نیست. در دیواره اولیه شما اینجا یک لایه دیدین که میکرو ماکروفیبریل ها قرار داشتن، اما در دیواره ثانویه ما ممکنه یک لایه از سلولوز رو اینجا داشته باشیم، میکرو ماکروفیبریل ها با خودشون موازی هستن تو این لایه، تو لایه بعدی هم همینطور، اما با لایه قبلی یک زاویه ای دارن. همینطور در اینجا در لایه سوم هم میکرو ماکروفیبریل ها رو داریم که با خودشون موازی هستن، اما با لایه قبلی یک زاویه ای ایجاد کردن. دیواره های مختلف دیواره ثانویه رو با اس نشون میدیم، اس 1، اس 2 و اس 3. اس 1 نزدیکتر به دیواره اولیه است، اس 2 نزدیکتر به لایه اول و یکی جدیدتر، اس 3 الان از همشون جدیدتره. در این شکل لطفاً دقت بفرمایید، این فضای داخل سلوله، این تیغه میانی است، بعد دیواره نخستین رو داریم، بعد لایه اول از دیواره ثانویه، لایه دوم از دیواره ثانویه و لایه سوم از دیواره ثانویه رو داریم که همه و همه ماهیت سلولوزی دارن از اینجا به بعد. بنابراین اون سلولوز و مواد زمینه‌ای که حالا اطرافش هستن در اینجا نمایش داده نشده، چون سلولوز ترکیب اصلی است، بر مبنای اون توضیح میدیم.
دیدیم که بر مبنای قرارگیری سلولوز و یا ترکیبات مختلف دیگه ساختار دیواره سلولی رو در سه بخش داریم: تیغه میانی، دیواره اولیه و دیواره ثانویه، با توضیحاتی که در ارتباط باهاش دادیم. حالا که ساختار دیواره سلولی رو دانستیم که چیست، ببینیم از چه فراساختاری تشکیل شده. فراساختار به ما میگه رشته های سلولوزی نسبت به هم دیگه چجوری قرار دارن. ابتدا این شکل کلی رو ببینید. این شکل داره دیواره رو نشون میده و قشا رو. این قشای سلوله، نمادی از قشا. اینجا هم دیواره. در دیواره ببینید میگه اینجا یک ماتریکس یا ماده زمینه ایست که شامل همیسلولوز، پروتئین و ترکیبات پکتیدی است و سلولوزها رو هم به صورت خطای موازی با همدیگه نشون داده. یا ممکنه هم از همدیگه رو قطع کنن. این خواهیم گفت علتش چیه. برگردیم اینجا. در فراساختار ما میدونیم وقتی این قشای سلولی است، اینم دیواره نخستین، در دیواره نخستین میکرو ماکروفیبریل هایی که اینجا میبینیم همه با همدیگه موازی هستن، همه خودشون با همدیگه موازی هستن. اما در فراساختار که در دیواره دوم میبینیم، الان S1 رو میبینیم که مانند دیواره نخستین میکرو ماکروفیبریل هاش با هم موازی هستن. اما لایه بعدی که میخواد تشکیل بشه، درسته که اینا هم موازی هستن، اما بی حساب و کتاب موازی قرار نمیگیرن. حتما باید نسبت به دیواره قبلی، به لایه قبلی، یک زاویه ای داشته باشن. این زاویه اندازش 43.5 تا حدود 60 درجه است. یعنی لایه بعدی که میخواد تشکیل بشه، ضمن اینکه میکرو ماکروفیبریل های سلولوزی در این لایه خودشون با هم دیگه موازی هستن، با لایه قبلی زاویه بین 43.5 تا 60 درجه رو ایجاد میکنه و لایه های بعدی هم به همین منوال پیش میره. و این اون چیزیه که ما در فراساختار یا جزئی ترین بخش مولکول های دیواره بررسی میکنیم. بعد از این که دانستیم دیواره سلولی چه ترکیبات شیمیایی داره، انسجام دیواره رو ایجاد میکنن تا بتونه به سلول انسجام بده و نقش هاش رو هم بررسی کردیم، ببینیم که منشأ این دیواره از کجاست و چگونه تشکیل میشه. از روی شکل برای شما توضیح بدم و بعد برمیگردیم و اسلاید رو مجدد برای شما توضیح میدم. این شکل سلول گیاهی رو نشون میده. ما اگه بخوایم منشأ دیواره سلولی رو نشون بدیم، باید برگردیم به زمان تقسیم سلول گیاهی. زمانی که سلول گیاهی یک سلول بود، هسته تقسیم شده بود، میتوز کرده بود و حالا به تبع اون باید سیتوپلاسم تقسیم میشد. سیتوپلاسم بخشی تقسیمش با اون قشا جدا میشه. اما در سلول گیاهی دیواره هم باید تشکیل بشه. دیواره باید تشکیل بشه. اولین جایی که داره دیواره تشکیل میشه بین سلول در حال تقسیمه که دو هسته از هم جدا شدن. برای همین ما میایم در اواخر آنافاز و یا تلوفاز این بررسی رو انجام میدیم. الان در اینجا سلولی است که داره تقسیم میشه. سلول وقتی میخواد تقسیم بشه، رشته های دوک تقسیم تشکیل میشن، ابتدا هسته تقسیم میشه. ما خیلی بحثی روی نوع تقسیم میتوز نداریم که در اینجا حالا در پروفاز هست. ما از آنافاز هم زودتر شروع میکنیم این تغییرات رو. در پروفاز قشای هسته است که میخواد آروم آروم از بین بره، بعد رشته های کروماتین به کروموزوم تبدیل میشن و شروع تقسیم رو ما داریم. الان در اینجا شما کروموزوم ها رو میبینید که به دو طرف سلول رفتن و قراره دو تا هسته درست کنن و جالبه اواخر آنافاز هست اینجا که این توده های کروموزومی از هم جدا شدن و حالا قراره دورشون در اوایل تلوفاز و تلوفاز این قشای هسته پدیدار بشه که پدیدارم میشه. وقتی که دو تا توده کروموزومی از هم جدا شدن رفتن دو طرف سلول و دورشون هم داره این قشای هسته دوباره شکل میگیره، تشکیل میشه و هسته های مجزا تشکیل میشن، از همین اواخر آنافاز، از اواخر این که نزدیک داریم میشیم به تلوفاز، سلول که حالا دیگه دو توده کروموزومی داره، دو طرف همین سلول، الان جا ما یک سلول داریم، در دو طرف سلول دستگاه گلژی شروع میکنه به فعالیت و وزیکول هایی رو تولید میکنه که این وزیکول ها میان به سمت استوای سلول. اما چجوری وزیکول ها به سمت استوای سلول حرکت میکنن؟ قبل از اینکه وزیکول ها حرکت کنن به سمت استوای سلول، ما میبینیم که دوک تقسیم هسته که اینجا به وجود اومده بود در اینجا از بین رفته و حالا یه دوک تقسیم دیگه ایجاد میشه به نام دوک تقسیم سیتوپلاسم و در وسط سلول اینجا قرار میگیره. اینا دیگه دوک تقسیم سیتوپلاسم هستن که ما بهشون فراگموپلاست میگیم. این رشته های دوک تقسیم سیتوپلازم یا فراگموپلاست که دارم الان اینجا نشون میدم میان در وسط سلول به موازات همدیگه قرار میگیرن. باز اشاره میکنم اشتباه نکنیم با دوک تقسیم هسته.
وقتی که این فراگموپلاست ها در اینجا قرار گرفتن، گلژی وزیکول ها که توسط وزیکول های گلژی تشکیل شده بودند، آرام آرام حرکت میکنن از بین اینها و میان در وسط سلول قرار میگیرن. وقتی در وسط سلول قرار گرفتن، در استوای سلول این وزیکول ها که توشون ترکیبات دیواره ای از نوع پکتات کلسیومه، یعنی جنس این وزیکول ها ماده ای که تو این وزیکول های گلژی هست پکتات های کلسیومه که تو سلول تشکیل شدن توسط گلژی دستبندی شدن، حالا دارن میان وسط سلول قرار میگیرن. دیگه من به این گلژی وزیکول ها وقتی وارد فراگموپلاست میشن نمیگم گلژی وزیکول، میگم فراگموزوم، یعنی بسته هایی که در داخل فراگموپلاست ها قرار دارن. وقتی اینها میان در وسط قرار میگیرن، شروع میکنن ساختارهای غشایی اینها به هم وصل شدن. ببینید الان اینجا شما یک فراگموزوم که وزیکول های گلژی و ترکیبات گلژی دارین میبینین درونش هست، اینجا به هم متصل میشن، ترکیباتشون این وسط قرار میگیره. قشاهای زیستی میدونید خاصیت به هم اتصال دارن، یعنی این دوتا وقتی در کنار هم قرار میگیرن قشاهاشون یکی میشه و همینطور یکی میشه تا اینجا پیش میرن. همینطور که قشاها به هم میپیوندن و ترکیبات این وسط قرار میگیرن، به تدریج فراگموپلاست ها میان از این طرف اضافه میکنن فراگموپلاست ها رو به روش گریز از مرکز، یعنی دارن از مرکز دور میشن، اینها رو اضافه میکنن و همینطور که اینا اضافه میشن گلژی وزیکول های دیگری به این بخش قبلی وصل میشه و این صفحه رو وسط سلول بزرگ میکنه. این صفحه سلولی که ایجاد میشه بین سلول همان ترکیبات دیواره ایست و داره زیربنای تولید دیواره رو میگذاره و دیواره اینجوری تشکیل میشه. در اینجا به هم پیوستن دیگه و داره سنگ بنای دیواره گذاشته میشه. همینطور ببینید از وسط داریم دور میشیم. فراگموپلاست های وسط وقتی اینجا تشکیل شد دپلیمریزه میشن، بلند میشن از اینجا و میان به این طرف اضافه میشن. الان میبینید که اینجا دیگه فراگمو پلاستی نداریم، این رشته های دوک رو نداریم، رشته های دوک اومدن از این طرف دارن هی اضافه میشن تا از هر دو طرف این دیواره رو تشکیل بدن تا به انتهای سلول برسن. میبینید الان در اینجا به انتهای این دیواره رسیدیم، اینجا هم به انتهای سلول به انتهای دیواره رسیدیم، داره اضافه میشه تا برسیم. و بنابراین از اتصال فراگموزوم ها به هم دیگه و پیوستن غشای اونها یک سدی در این میان درست میشه که دیواره بین دو تا سلول گیاهیه که جنسش هم از پکتات کلسیومه و بهش تیغه میانی میگیم. حالا که این تیغه میانی تشکیل شد، اولین بخش دیواره تشکیل شد، دو تا سلول از هم جدا میشن، مجزا میشن. حالا بعد از این دو تا سلول تلاش میکنن که این سلول ترکیبات دیواری نخستین رو توسط دستگاه گلژی بیاره اینجا بچینه به طرف خودش و این سلول هم همینطور. یه مسئله رو فراموش نکنیم، وقتی این دیواره اینجا با پکتات کلسیوم تشکیل شد، قشای وزیکول هایی که به هم پیوست شد قشای جدید سلول های در حال تشکیل. یک سلول علاوه بر دیواره سلولی، شما این خط مشکی رو میبینین که چی داره؟ قشا هم داره دیگه. کنار دیواره شما قشا میبینید. اینجا که اصلا دیواره نیست. وقتی زنگ بنای دیواره گذاشته شد اینجا، سلول گیاهی نیاز داره که این قشا گسترده بشه و اون چه که باعث میشه که قشای چهارم از این سلول درست بشه، قشای فراگموزوم هاست. قشای فراگموزوم ها به هم میپیوندن و یک قشایی رو اینجا ایجاد میکنن. دو تا سلول گیاهی تقسیم شد، دیواره بینش تشکیل شد، ترکیبات دیواره از گلژی دو تا سلول اومدن، این وسط ریخته شدن، قرار گرفتن، بعد قشاهاشون هم به هم پیوست یک قشای ممتد درست کرد که حالا میتونه نقش قشا رو برای دیواره ایفا کنه. اینم برای این دیوار. یعنی هر دو طرف قشا داره. دیگه این دو تا سلول ضامن اضافه کردن دیواره برای خودشونن هر کدوم. یعنی دیگه وزیکول‌های گلژی این سلول میاد ترکیبات اولیه رو به زیر قشا رفوز میده، این سلول هم به همین ترتیب وزیکول‌های گلژی با ترکیبات دیواری اولیه که سلولوز هست میان و اینجا دیواری اولیه می‌سازن. حالا برگردیم منشأ دیواری سلولی رو با هم مرور کنیم. دیدین که رشته‌های دوک سیتوپلاسمی یا فراگموپلاست در اواخر آنافاز یا اوایل تلوفاز تقسیم هسته در وسط سلول تشکیل شدن به این شکل. اینا بود. دیدین که پکتات کلسیوم توسط وزیکول های گلژی تولید شد، از دو طرف سلول اومد به سمت وسط سلول و اونها رو به وسط سلول بین رشته های فراگموپلاست انتقال داد. گفتیم که دیگه وقتی این وزیکول های حاوی مواد دیواره اومدن بین فراگموپلاست ها قرار گرفتن، دیگه بهشون فراگموزوم میگیم. فراگموزوم ها به یک دیگه به روش گریز از مرکز میپیوندن و کیسه های بزرگتر درست میکنن در وسط سلول. باز با هم ببینیم.
وقتی که اینها میخواستن به هم بپیوندن، به روش گریز از مرکز، ببینید دارن دور میشن از مرکز و به کناره های سلول یا دیواره نزدیک میشن. روش گریز از مرکز رو به خوبی در اینجا میبینید. و دیدین که وقتی اینا دارن به روش گریز از مرکز متصل میشن، وقتی فراگموزوم ها به هم میپیوندن، دیدین که رشته های فراگموزوم در اینجا دپلیمریزه میشن، تخریب میشن و میان اینجا تشکیل میشن. همزمان با پیشرفتن دیواره اونا هم میرن و اون سمت تشکیل میشن. بعد دیدیم که به این شکل صفحه بین سلولی با اتصال فراگموزوم ها با یکدیگه گسترده میشه و تا اینکه به دو انتهای سلول میرسه. لایه‌ای که ایجاد میشه تیغه میانیه، محتوی پکتات کلسیومه و قشاهای فراگموزوم ها هم که به هم دیگه پیوستن، قشاهای دو سلول جدید هستن که ساخته شدن و شما در این شکل به خوبی اون رو ملاحظه نمودید. از یک سلول گیاهی دو سلول گیاهی ایجاد شد. ما در اینجا هدفمون این نبود که تقسیم سلول گیاهی رو بگیم. ما در پی مطالعه بررسی منشأ دیواره سلولی گفتیم که این بررسی باید از زمان تقسیم هسته سلول گیاهی و به طور کلی تقسیم سلول گیاهی مطالعه و بررسی بشه و ما نحوه مطالعه رو خدمتتون گفتیم.